too much for insurance? Do you need help understanding your insurance options? Do you have questions about how you can protect your assets? هموطنان گرامی، امروز بیمه توسط صدها کمپانی و اشخاص مختلف موجود است. اما اینشورنسی که ضرورت شما را رفع نموده و به بسیار قیمتهای مناسب تمام شود در هر جا نیست. این جانب سعید هاشمی همراه با فارماس اینشورنس و تجربه چندین ساله که همیشه در خدمت هموطنان خیش بوده و هستند. اگر می خواهید یک اینشورنس بهتر با قیمتهای مناسب به دست بیاورید، لطفاً با ما به تماس شوید. افغان انترنشنال ترابل، آژانس مسافرتی بین المللی افغان. این آژانس با داشتن کارمندان کاراگاه، تجربه طولانی کاری و عضویت ایاتا در سطح اروپا در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد. اگر آرزو دارید تا سفری راحت و مطمئن با قیمتهای مناسب با کشور عزیزمان افغانستان و یا سایر کشورهای جهان داشته باشید، اگر آماده برای ادای فریضه حج و یا حج عمره باشید، اگر می خواهید از طریق ما امکانات سفرهای قشنگ سیاحتی با هتل‌های زیبا، مدرن، وسایل ترانسپورتی کرایی و سایر سهولت‌ها را مستفید گردید، پس جهت ویزه و کسب معلومات بیشتر لطفاً به مرکز این آژانس در شهر فرانکفورت آلمان با تلفن‌های 0049-69-25-62-26-55 و یا 0049-69-25-66-78-72 و یا سایت اینترنتی ما www.afghaninternational.de در تماس شوید. بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه 4 فوریه 2012 و 15 بهمن 1390. امروز قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم چند تا آگهی غیر تجارتی، البته عرض شود که در واقع اعلان‌های مهمیه که امروز روز مهمیه، 4 فوریه، لااقل در 50 یا بیشتر از شهرهای امریکا علیه جنگ تظاهرات هست و از جمله در لس آنجلس من میتونم گزارش بدم به عزیزان که جلوی فدرال بیلدینگ یا ساختمان فدرال، عزیزان میدونن در خیابان ویلشر هستش، در بعضی از جاها ساعت 12 ظهر گزارش شده امروز 4 فوریه، یعنی همین امروز و یا 2 بعد ظهر، ولی به هر حال از ساعت 12 در واقع اونجا تظاهرات و به اصطلاح شروع خواهد شد و جنبشی که علیه جنگه. بنابراین در بیش از واقعا 50 شهر امریکا و از جمله در دالاس که من امروزم به اونجا خواهم رفت و فردا، همینطور که عزیزان هفته گذشته اطلاع دادم، فردا سخنرانی خواهم داشت اونجا و در این حال این رو هم به عزیزان بگم که در پلینو تکساس که نزدیک دالاس هستش ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر، هفته گذشته من گفتم 4 فوریه که امروز باشه، در حالی که 5 فوریه است که فردا باشه، در کتابخانه پار
PARR در پلینو تکساس. عزیزانی که میخوان تماس بگیرن با شماره 972-400-5272 میتونن تماس بگیرن. ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر فردا 5 فوریه. پس یکی عبارت از تظاهراتی که امروز علیه جنگ و علیه تحریم‌های اقتصادی، فقط علیه جنگ نیست، در بیش از 50 شهر امریکا و جاهای دیگه، در هند، در استرالیا و جاهای دیگه. چیز دیگری که میخواستم به عزیزان اطلاع بدم، فراخوانیه که شورای هماهنگی راه سبز دادن برای تظاهرات 25 بهمن. عرض شود که من بخشی از بیانیه شورای هماهنگی رو برای عزیزان میخونم. بسیار پر اهمیته به مناسبت سال روزی که آقای موسوی و آقای کروبی فراخوان دادن به پشتیبانی از جنبش مردم در مصر و تونس، و این رژیم و مردم به راستی لبیک گفتن و بیش از 1,000,000 نفر تظاهرات کردن. عزیزان 25 بهمن سال گذشته رو به یاد بیارن، و در نتیجه این باعث شد که سخنگویان و یا همراهان جنبش رو، یعنی آقای موسوی، آقای کروبی و خانم زهرا رنورد و خانم فاطمه کروبی رو، اینا در حبس خانگی و در حصر خانگی که واقعا از زندان هم بدتره، به مناسبت اون و به یاد این عزیزان و تمام زندانیان سیاسی، برای آزاد شدن زندانیان سیاسی و از جمله رفع حصر و حبس آقای موسوی، کروبی و زهرا رهنورد. شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه 25 بهمن و سالگرد حضور خیابانی مردم به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین سالگرد آغاز زندانی شدن خانگی رهبران جنبش سبز، در بیانیه از تمام مردم دعوت می کند از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر روز 25 بهمن ماه در پیاده‌روهای خیابان‌های انقلاب و آزادی، حد فاصله میدان فردوسی و تقاطع نواب و در شهرستان‌ها در خیابان اصلی هر شهر بنابر تصمیم فعالان محلی اقدام به پیاده‌روی سکوت کنند. در این بیانیه واقعاً مایه خوشحالیه که 2 تا نقل قول پر اهمیت از آقای کروبی و آقای موسوی اومده که من برای عزیزان می‌خونم، که این در حقیقت تا حدی واقعا دیدگاه های شورای هماهنگی رو که در قبل استقلال رو، مسئله استقلال رو زیر سوال برده بود، در این بیانیه با نقل قولی که از آقای موسوی آورده دوباره مطرح میکنه، و این مایه خوشحالیه. وطن فروشان و ستون پنجم امپریالیسم هستند که مقاله می نویسند و بارها و بارها مسئله استقلال رو زیر سوال می برند. من این نقل قول رو که در تیر ماه سال گذشته آقای موسوی گفتن، ببینید چطور از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع می کنه. این حق مردم است که ماهیت قطعنامه و تحریم های دیگری را که در حال افزوده شدن بران است بشناسند. داره خطاب به رژیم سرکوبگر و واقعا وطن فروش میده که شما که این سیاست ها رو پیش گرفتید چطور استقلال کشور رو و تمامیت ارضی کشور رو دارید زیر سوال میبرید و به خطر میندازید. باید آنها بدانن، مردم بدانن، این تحریم ها چه اثری بر سفره آنها و روی نرخ بیکاری و تورم. در اون زمان تورم به این شدت و به این حدت نبود و هنوز این تحریم ها و محاصره اقتصادی آغاز نشده بود که آقای موسوی چنین به حساب بیانیه ای دادن و پیشرفت کشور و امنیت می گذارد. صرفاً گفتن این که این قطعنامه یک ورق پاره است مشکل مردم را حل نمی کند. خطاب به رژیم سرکوبگره. جنبش سبز باید از تمام توان بین المللی خود استفاده کند تا به قدرت‌های خارجی نشان دهد
که به آنها اجازه نمی‌دهد از ضعف و عدم مشروعیت دولت کنونی استفاده و به استقلال، تمامیت ارضی و منافع عالی کشور آسیب رسانند. این در تیر ماه سال گذشته آقای مهندس موسوی این رو به اصطلاح چیز کردن در یک بیانیه و صحبتی که داشتن. در بیانیه دیگری که مهدی کروبی و موسوی در آستانه 22 بهمن سال گذشته، که حالا ببینید چطور به اصطلاح دارن به اصطلاح تظاهرات مقوایی را میندازن. امروز گفتمانی تازه متولد شده است، گفتمانی که شهدای آن پیش قراولان و دربند شدگانش پرچمدار آن هستند. خودشون اون موقع هنوز در حصر خانگی نبودن. گفتمانی که خشونت را طرد می کند و در راه و راه تغییر را از طرق مسالمت‌آمیز جستجو می کند. گفتمانی که چند صدایی را به رسمیت می شناسد و اتحاد ملی را نه در سکوت گورستانی که در تمسک به عقلانیت جمعی می جوید. گفتمانی که اقتصاد را نه در اقتصاد صدقه‌ای بلکه در ایجاد فرصت‌های برابر و توانمندسازی محرومان می‌داند. گفتمانی که فساد را تحمل نمی‌کند و با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم یک شب قیمت نان و سوخت و برق و گاز را چند برابر نمی‌کند. گفتمانی که به حفظ نیروی کار کشور ایمان دارد. تمام خطاب به این رژیم سرکوبگر و ضد انسانه و منابع و تولید ملی را که با تحویل بازار ملی به واردات خارجی ویران نمی سازد. که اینها تمام اینها رو الان من گزارشاتی رو که از ایران همین امروز صبح از جمله گزارشی که به دستم رسید از ایران که اینا بر سر کشاورزی ایران چی آوردن و درست علیه ملت ما از یک طرف تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو در واقع پیاده کردن که ضد مردمی ترین و ضد انسانی ترین چیزها بوده و در نتیجه از جمله قربانیانش حالا نه تنها این تورم در واقع سواره و افسار گزیختهی که به وجود آوردن، کشاورزی ایران را نابود کردن و دست و دروازهای کشور را به روی کالاهای خارجی باز کردن. گفتمانی که به حفظ نیروی کار کشور ایمان دارد و منابع و تولید ملی را با تحویل بازار ملی به واردات خارجی ویران نمی سازد. گفتمان جدید اینه. گفتمانی که اعتیاد و دزدی و طلاق را نتیجه 30% بیکاری جوانان می داند. و نه این تقصیر مردمه و یا نه من فرهنگ مردمه یا این ذاتی مردم ایرانه. 30% بیکاری وجود داره در اون زمان. یک سال پیش که اینها را آقای موسوی گفته و آقای کروبی. گفتمانی که از رأی مردم نمی ترسد و از رجوع به قانون اساسی نمی هراسد. این حق قانونی و انسانی ایرانیان است. در دنباله در حقیقت این بیانیه‌ای که شورای هماهنگی بیرون داده، این چیزی بود که از بیانیه آقای مهدی کروبی و موسوی در آستانه 22 بهمن 89 این بیانیه رو دادن. یک سال پیش. این حق قانونی و انسانی ایرانیان است که به وضع کنونی زندگی خود و نیز شرایط کشور خیش اعتراض کنند به حاکمیت دروغ و سرکوب، شرایط سخت زندگی، گرانی روزافزون، نیازهای اولیه و تنگناهای معیشتی، سلطه ناکارآمدی در اداره کشور، گسترش ناامنی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و شرایطی که باعث فروپاشی بسیاری از کانون‌های گرم خانواده شده و گسترش روزافزون اعتیاد و بزهکاری در جامعه و غیره و غیره. این بیانیه‌ای که شورای هماهنگی دادن برای 25 بهمن که در واقع یک روز تاریخی در ایران شده و از اون موقع آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد در حصر خانگی بودن و الان ملت ما و تمام واقعا جامعه بین المللی، نه اون جامعه بین المللی که اینا صحبتشو میکنن، بلکه مردم جهان واقعا خواهان آزادیه. نه تنها آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد هستن، بلکه تمام زندانیان سیاسی ایران. بنابراین اینم یکی از چیزهایی بود که میخواستم به اطلاع عزیزان برسونم. مطلب سوم، تظاهراتی که در واشنگتن در 11 فوریه خواهد بود که درست به مناسبت آزادی زندانیان سیاسی و آزادی آقایان مهدی کروبی
آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد خواهد بود در میدان دوپان در ساعت 1 بعد از ظهر 11 فوریه، یعنی درست 1 هفته از حالا، یعنی 1 هفته دیگه در واشنگتن خواهد بود 1 بعد از ظهر. عرض شود که مطلب دیگه ای رو که میخواستم به اطلاع عزیزان برسونم و در واقع برنامه رو از اینجا میخوام آغاز بکنم، هفته گذشته من عزیزان لیستی از کتاب ها از ایران برام فرستادن که من اینجا اعلام کردم که چه کتاب های ارزشمندی واقعا در ایران داره به اصطلاح بیرون میاد و اینا برای آینده نسل جوان بسیار بسیار پر اهمیته. یک کتاب دیگه من میخوام حالا به عزیزان معرفی بکنم که باز هم ترجمه شده به فارسی و بسیار مهمه، از فیلمساز یعنی مستندساز، مورخ، نویسنده و فعال سیاسی انگلیسی استرالیایی، در واقع استرالیایی انگلیسی، جان پیلجر. عزیزان ممکنه اسم این انسان بزرگ رو شنیده باشن که واقعا ده ها کتاب نوشته، صد ها مقاله نوشته، ده ها فیلم مستند تولید کرده و واقعا الان یکی از چهره‌های برجسته‌ایه که در برابر این سیستم جهانی ضد بشری ایستاده. و البته جز کسانی نیست که رادیو بی بی سی، نمیم تلویزیون بی بی سی و یا صدای امریکا و امسالام و دستگاه‌های ارتباط جمعی بیارنش و از وجود این انسان بزرگ استفاده بکنن. کتابی داره به اسم اربابان جدید جهان، اربابان جدید جهان. عرض شود که این جان پیلجر که ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد شهابی، این کتاب در ایران قابل دسترسه. اینا کتاب‌های فوق العاده ارزشمندیه. من دلم می‌خواست به حساب مقدمه فوق العاده جالبی به این کتاب نوشته شده که کاش وقت بود که من بخشای از این مقدمه رو که بخشای وسیعش رو من ترجمه کردم برای عزیزان می‌خوندم، که واقعا ببینن که این انسان بزرگ چطور واقعا ما نیروهای روشنفکری انسان و مبارزی داریم در هم در اروپا و هم در امریکا که در برابر این سیستم ضد بشری و ضد انسانی ایستادن. از جمله میگه در رمان، بر اینکه اوضاع کنونی رو کاملا با کتاب 1984 جورج اورول مقایسه میکنه، میگه در رمان 1984 جورج اورول 3 شعار وارونه بر جامعه حاکم است که درست الان جامعه انگلیس و امریکا رو در صحبتش میکنه. 1، جنگ صلح است. عزیزان دقت بکنن که جایزه صلح نوبل یا جایزه نوبل صلح به چه کسانی داده میشه؟ به اوباما، به هنری کیسینجر. یعنی جنگ افروزترین و ضد انسانی ترین آدم ها واقعا برای اینکه در صد در به اصطلاح سخنرانی که اوباما کرد به مناسبت گرفتن جایزه صلح نوبلش یا نوبل صلحش گرفت، عزیزان که گفت آره ما جنگ میکنیم، این به معنای صلحه، برای صلح جنگ میکنیم. آزادی دومین چیزش اینه که آزادگی بردگی است و سومیش اینه که نادانی قدرت است. چطور به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی مردم رو نادان و از نظر فکری منحرف نگه میدارن؟ این در واقع قدرت به اصطلاح سیستم در اینه. و بعد شعار این بره از زمان، یعنی جنگ علیه تروریسم، معنای وارونه ارائه میدهد، زیرا که جنگ خود تروریسم است. و همینجوری و عرض شود که مؤثرترین اسلحه این جنگ شبه اطلاعات است. و بعد وارد میشه که واقعا دستگاه های ارتباط جمعی در حال حاضر چی کار دارن میکنن و چه بر سر مردم دارن میارن. و این واقعا حالا ببینیم آیا آزادی، به قول خودش میگه که این رو به عنوان آزادی بیان، برای اینکه زمانی در واقع اینا آزادی بیان میدن، این رو من برای عزیزان لازمه. برای ابرقدرت را مؤثرترین اسلحه این جنگ شبه اطلاعات است، یعنی اطلاعات دروغی
که شعور تاریخی و حقایق غیر قابل قبول برای ابرقدرت رو به چاه فراموشی و نسیان می سپارد و فقط در ظاهر با توصیف‌های اورولی فرق داره، وگرنه همون واقعا چیزی که جورج اورول در کتاب 1984ش توضیح میده. مخالفت صرفاً در محدودهای پذیرفتنی. بعضیا میگن که خب چطور شما که میگید اونجا آزادی نیست، چرا شماها میتونید حرف بزنید؟ فرزنین اگر خطری براشون ایجاد بکنه، اون وقت عزیزان خواهند دید که چه بر سر افرادی، همینطور که به حساب جنبش در حقیقت وال استریت رو چطور سرکوب کردن و الان عزیزان دیدن که در اوکلند همین چند روز پیش با چه توحش و بربریتی واقعا جنبش رو در اوکلند سرکوبش کردن و 400 نفر رو دستگیر کردن. در مصر ببینید چی کار میکنن، در یمن ببینید چی کار میکنن، در جاهای دیگه. حالا من اخبار رو برای عزیزان دنبال میکنن که اینا آزادی بیانشو فقط در محدودهای پذیرفتنیه. اگه از یک حدی گذار بکنه، اون وقت عزیزان خواهند دید که اینا چه سرکوبهای وحشتناکی خواهند کرد. بنابراین این هم مطلب دیگه ای بود که میخواستم این کتاب جان پیلجر، اربابان جدید جهان، که در ایران قابل دسترس، تمام این کتاب ها واقعا برای بالا بردن آگاهی سیاسی نسل جوان ایران فوق العاده پر اهمیته. بعدش مطلب بعدی میخواستم راجع به روزهای سه‌شنبه که الان چند هفته است متوقف شده و امید من اینه که این موقتی باشه، به عزیزان پیشنهاد کردم که اگر کمک‌های مالیشون برسه میتونیم یه کورس یا یه دوره در حقیقت درس به صورت واقعا به اصطلاح درس میشه گفت به اصطلاح درباره اقتصاد سیاسی، که عرض کردم میتونه راجع به خود تاریخ اقتصاد سیاسی باشه، راجع به تئوری بحران باشه، راجع به تئوری پول باشه، همه اینها مطرح بشه و مکاتب معرفی بشه تا ما بشناسیم، هم در خارج فرزن مکتب عرصبت که شیکاگو یا مکتب وین، اینا که طرفدارانی هم در ایران داره و من اشاره کردم در هفته گذشته. نکته ای رو که باید اضافه بکنم، هفته گذشته خدمت عزیزان نگفتم، اینه که حالا من اخبار سوریه رو، مصر رو، ایران رو که الان در معرض ضربه امپریالیسم هستن برای عزیزان میخونم، مقالات راجع به این قضیه حتی از طرف نیروهای بسیار ترقی‌خواه الان هست، حتی در سایت‌های ایرانی که واقعا هر شبت که به ندرت میشه مقالات واقعا انسانی. مقاله امروز صبح من از آقای محمد علی اصفهانی میخوندم، مقاله دیگه از آقای احمد فرهادی میخوندم در سایت اخبار روز، که واقعا اینا مقالات ارزشمندیه. و یا به اسلام مصاحبه هایی که اخیراً آقای حمید دباشی داشتن، هم با رادیو ندا که واقعا عذر میخوام، این دکتر زرفشان بود که با رادیو ندا یک به اسلام مصاحبه بسیار بسیار جالب داشتن، و دکتر دباشی با ریل نیوز مصاحبه بسیار بسیار جالبی هم در مورد ایران و هم در مورد سوریه داشتن. عزیزان اینها رو، یعنی ما میتونیم مقالات همه اینها، ولی باید به ریشه بریم. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که کالبد شناسی تمام این قضایا و آنچه در این جهان داره میگذره و این طور دارن به ما چنگ و دندان نشون میدن در اقتصاد سیاسیه. تا زمانی که ما اقتصاد سیاسی رو، یعنی در واقع آنچه کالبدشناسی تمام این قضایا رو به ما نشون میده، نمیتونیم به عمق و ریشه این قضایا پی ببریم. به همین دلیله که واقعا پیشنهاد میکنم که به عزیزان که واقعا به ویژه نسل جوان ایران باید اقتصاد سیاسی رو، حالا در هر رشته‌ای که تحصیل می‌کنن یا در هر زمینه‌ای که کار می‌کنن و یا در هر فعالیتی که هستن،
به طور کلی اقتصاد سیاسی ریشه و کالبد شناسی کل این قضایاست. بنابراین اینم نکته دیگه‌ای بود که می‌خواستم یادآوری بکنم. حالا وارد به اصطلاح برنامه میشیم که من به عزیزان قول دادم که امروز راجع به سوریه صحبت بکنم. الان همین امروز صبح به اصطلاح صحبت از این هست که یک کشتار دیگه در سوریه صورت گرفته در شهر حمص. اول باید ببینیم که دستگاه‌های ارتباط جمعی چه بر سر ما میارن. هم در کتاب جان پیلجر هست، هم اخیراً به اصطلاح مصاحبه‌ها و چیزهای پراهمیتی نوم چامسکی و سایر به اصطلاح بزرگان خود امریکا داشتن راجع به این که دستگاه‌های ارتباط جمعی چه نقشی در لیبی بازی کردن، الان در سوریه دارن بازی میکنن و در مورد ایران دارن چی کار میکنن. ما باید این دستگاه‌های ارتباط جمعی رو بشناسیم که در واقع دستگاه‌های به اصطلاح تمام به اصطلاح تلویزیون‌های فارسی زبان، هر شود که رادیوها، به اصطلاح سایت های اینترنتی، همشون از همین دستگاه های ارتباط جمعی غرب در حقیقت اخبارشون رو میگیرن. که اخبار اینها از کجا میاد؟ بنابراین من میخواستم راجع به سوریه چند تا مطلب رو مطرح بکنم و بعد میریم بر سر به اصطلاح مسئله مصر اگر برسیم، و بعد راجع به مطلبی رو که باز کردم هفته گذشته راجع به احتمال حمله نظامی به ایران. الان تمام به اصطلاح چیز رو فشار رو گذاشتن روی سوریه و ایران بعد از لیبی. بنابراین من میرم روی عرصه‌ای که مسئله سوریه ابتدا و بعد به اصطلاح راجع به مصر. و اولین مقاله مطلبی رو که میخوام بخونم از روزنامه گاردین به قلم جاناتان ستیل. جاناتان ستیل جزء معروفترین و کارکشته ترین روزنامه نگارایی که از قدیم هم در گاردین قلم میزده. این یکمی از تاریخش گذشته، 19 ژانویه در حقیقت در حدود 2 هفته ازش گذشته، ولی من فرصت نکردم که قبلا برای عزیزان بخونم. میگه که فرض کنیم یک مؤسسه آمارگیری معتبر نشان دهد که اکثر مردم سوریه موافق باقی ماندن بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه باشند. حالا میگه که این آمارگیری از چه سویی صورت گرفته، و حالا خواهیم دید که همین نویسنده و خود من علت این که هنوز اکثر مردم سوریه میخوان بشار اسد بمونه به عنوان رئیس جمهور چرا عاشق چشم و ابروی بشار اسد نیستن، دلایل دیگه ای داره. آیا چنین خبری نباید در دستگاه‌های ارتباط جمعی انعکاس پیدا بکنه؟ که نکرده. میدانیم که متاسفانه چنین نیست و انعکاس پیدا نمی‌کنه. وقتی که اخبار مربوط به یک واقعه مهم منصفانه نباشد و فقط دستخوش تبلیغات یک جانبه شود، از پخش اخباری که با سیاست جاری خانایی ندارند جلوگیری و حذف میشن. واقعا مردم حالا صحبتشو میکنه یا در جای دیگه صحبت شد. عزیزان، هنوز مردم امریکا 41%، من گفتم در حدود 50%، ولی الان 41 هنوز فکر میکنن که عراق سلاح‌های کشتار جمعی داشته و یا داشته. هنوز که هنوزه، بعد از 8 یا 9 سال که تمام خاک در حقیقت خاک عراق رو به نابودی کشیدن و زیر و روش کردن و آلوده به مواد به حساب رادیواکتیوش کردن، هنوز 41% از مردم امریکا فکر میکنن که اونجا. ببینید دستگاه‌های ارتباط جمعی در امریکا و در غرب به طور کلی چیکار دارن میکنن. اخیراً حالا صحبت میکنه که اخیراً یکی از بنیادهای وابسته به دولت قطر به نام گفتگوهای دوحه
که به اصطلاح به انگلیس میشه دوها دیبیتس. این یک مؤسسه مال قطر، مال خانواده آل ثانی. بودجه آمارگیری از مردم سوریه رو به عهده گرفته تا افکار عمومی مردم سوریه رو دریابد. و میدانیم که دولت قطر و خانواده آل ثانی از سرسخت ترین دشمنان دولت سوریه عزیزان الان به سازمان ملل و به اصلاح جلساتی که به اصلاح همین در شورای امنیت و امسالام هست نگاه بکنن و ببینن وزیر خارجه قطر که به اصلاح از همین خانواده آل ثانی چطور درخواست دخالت مستقیم و نظامی واقعا امریکا و ناتو در سوریه رو داره میکنه و در برابر همین اتحادیه به اصطلاح عرب و گزارششون ایستاده. حالا برای عزیزان خود گزارش به اصطلاح بخشایی از گزارش به اصطلاح همون هیئت نظار اتحادیه عرب رو برای عزیزان میخونم که اومده بیرون. عزیزان میتونن در سایت های اینترنتی کل گزارششون رو هم بخونن که ببینید اینا چطور با سرنوشت مردم کشورها و با سرنوشت کشور ما و ملت ما دارن بازی میکنن و چطور ما رو در معرض واقعا خطرات عظیم قرار میدن. و میدانیم که دولت قطر و خانواده آل ثانی از سرسخت ترین دشمنان دولت سوریه و از همکاران امریکا هستند و اخیراً امیر قطر خواهان دخالت نظامی اتحادیه عرب برای برانداختن دولت سوریه شده است. این که سایت گفتگوهای دوحه نتیجه این آمار را انتشار داده قابل تقدیر است. مایه تأسف است که تقریبا همه دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب که دولت‌های آنها خواهان براندازی دولت سوریه هستند این آمار را نادیده گرفتند. نتیجه گیری کلیدی این آمارگیری این بود، آمارگیری که مال دولت قطره، که گرچه بیشتر دولت‌های کشورهای عرب نظرشون این است که بشار اسد باید کنار برود، مردم خود سوریه چنین فکر نمی کنم. 55% از مردم سوریه خواهان باقی ماندن اسد هستند. چرا؟ چرا که ترس اسیان ها از جنگ داخلی است. با دیدن عراق، با دیدن افغانستان، با دیدن لیبی، همینطور که ملت ما متوجه شدن که این دخالت های بشر دوستان داستانش چیه، اگر حتی بشار اسد رو نخوان آلترناتیوش چیه و این آلترناتیو چجوری باید به وجود بیاد و این چه درس‌های بزرگی برای کشور ما داره که حالا من وارد صحبتش میشم که اینا چطور میخوان ابتکار عمل رو از دست نیروهای دموکراتیک در این کشورها بگیرن و آلترناتیو خودشون رو سوار بر این بکنن. یعنی در حقیقت پیش دستی میکنن، همینطور که در 33 سال پیش کردم. حالا وارد صحبت شد که 33 سال پیش چه بر سر ما آوردن و چطور جاده صاف کن قدرتگیری ارتجاعی ترین و در حقیقت قرون وسطایی ترین و خون آشام ترین نیروها شدن، همینطور که الان در کشورهای دیگه دارن این کار رو میکنن و الان در این کشورها هم، چه در واقع در لیبی که یک جنبش دموکراتیک واقعی آغاز شده بود، چطور اومدن روش سوار شدن و چطور به کشور رو به خاک و خون کشیدن. در سوریه دقیقاً میخوان همین کار رو بکنن، وگرنه حالا در گزارشات دیگه و در همین گزارش خود به اصطلاح ناظرین اتحادیه عرب اینه که یک جنبش دموکراتیک واقعی در سوریه وجود داره، همینطور که در ایران وجود داره. و ببینین چه تقلایی میکنن که آلترناتیو خودشون رو در استکهلم، در هامبورگ، در عرشبج جمعه گردی های بعضی از آقایان، اول باید جنبش سبز رو نابودش بکنن، بعدش اون وقت آلترناتیو خودشون رو به وجود بیارن. در سوریه همین کار و همینطور که در لیبی این کار رو کردن و در تمام در حقیقت برای این که آلترناتیو های خودشون رو در کشورهایی که در حقیقت دولت هاشون تا حدی دارن سرکشی میکنن و تابعیت و سرسپردگی کامل و مطلقشون رو نپذیرفتن، مثل لیبی، مثل ایران، مثل سوریه و در جاهای دیگه،
اون وقت به دولت‌های اینها کمک بکنن برای اینکه در حقیقت رژیم رو حفظ بکنن، در مصر، در تونس، در یمن، در بحرین، در اردن، در عربستان سعودی، هر شبت که در عمان. عزیزان، سیاست‌های یک بام و دو هوای اینها رو ما باید دنبال بکنیم. آگاهی ملت ما باید به اون حد برسی که دقیقاً بدونه که نیروهای خارجی دخالتشون چجوریه، مسئله استقلال کشورشون رو مثل تخم چشمشون باید ازش محافظت بکنن، برخلاف اون وطن فروشای ستون پنجمی که مقاله می‌نویسند در ایران امروز مبنی بر این که آره دیگه استقلال معنی نداره، استقلال معنیشو از دست داده. اینا ستون پنجم امپریالیسمه که این کار رو میکنن و این مقالات رو مینویسن. بنابراین 55% از مردم سوریه خواهان باقی موندن اسد، چرا که ترس اصلی اون از جنگ داخلی است و عواقبش رو میدونن که سوریه رو میخوان پنج تیکش بکنن بر پایه‌ی بسا چیزهای قومی و دینی و امثال هم و امثال هم و مذهبی. اخبار یک جانبه ادامه میده جاناتن استیل، اخبار یک جانبه دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب، اخبار فعالیت‌های ناظرین اتحادیه عرب در سوریه را نیز تحریف می‌کنند. عزیزان می‌دونند که از حدود یک ماه و نیم پیش زیر فشار همین جامعه بین‌الملل یعنی ناتو و امریکا، اتحادیه عرب هیئت ناظرین رو خواست به اونجا بفرسته و کسی رو در رأسش گذاشت که قبلا سفیر، در حقیقت سفیر سودان در قطر بوده و شیخ قطر فکر میکرد، الدبی عرض شود که شیخ قطر فکر میکرد که موقعی که به اصار ریاست این هیئت نظار رو به این بده، اون چیزی که مطابق میل قطر و اربابشون یعنی واشنگتن هست چیز خواهد داد. بعدش که متوجه شدن که این هیئت ناظرین در حقیقت مطابق با میلشون رفتار نمی کنن، شروع کردن زیر پاشو خالی کردن که آره این در سودان یک جنایتکار بوده، اون یکی در اونجا چیز بوده. و بالاخره هم ما می دونیم که بعضی از نمایندگان اینها همون وسط کار با دولتهاشون به ویژه قطر، امارات متحده عربی و عربستان نیروهای ناظرشون رو بیرون کشیدن و بعد تبلیغات علیه اینا برای زیر پاشو خالی بکنن، تبلیغات علیهشون آغاز شد. هیئتی رو که خودشون فرستاده بودن به سوریه و دولت سوریه پذیرفتشون و گفت که آره. حالا برای عزیزان خواهم گفت که دولت سوریه حاضر شده حتی با این به اصطلاح گرازهایی که در ترکیه آقای قلیون و امثال هم که اونجا جمع شدن، مثل مصطفی عبدالجلیل و احمد چلبی ها که در ترکیه جمع شدن، به پیشنهاد روسیه دولت سوریه حاضر شده باشون وارد مذاکره بشه. میگن به هیچ وجه، فقط باید بشار اسد کنار بره. همون چیزی که در لیبی اتفاق افتاد که در حقیقت دولت لیبی بارها و بارها گفت که انتخابات زیر نظر سازمان ملل حاضریم، مذاکره حاضریم. هم هیئتی از اتحادیه عرب رفت، هم از اتحادیه افریقایی ها رفت، هم از ترکیه رفت، هم از برزیل رفت، هم از روسیه رفت. قبول کردن، گفتن خیر، فقط باید کشور به نابودی کشیده بشه. و ما میدونیم قطعنامه 1973 رو برای لیبی گذروندن، به کشور رو به خاک و خون و نابودی کشیدن. در مورد سوریه دارن همین کار رو میکنن. دولت سوریه میگه اوکی، الان هم انتخابات به اصلاح چیز هستش، پارلمانی هستش، و هم در حقیقت زندانی ها رو، حالا گزارش رو برای عزیزان میخونم، هم در حدود 3000 خورده به اصلاح زندانی سیاسی رو که دست به جنایت زده بودن، همینطور که قذافی تمام اینایی رو که آزاد کرد بعدش اومدن اونجا رو گرفتن. همین آقای عرشبت که عبدالحکیم بلحاج رو مگه 2010 همینا آزادش نکرد؟ دولت لیبی و معمر قذافی همینا رو آزادشون کرد، گفتن که ما هیچ کاری نمی کنی. بعد امریکا باشون وارد مذاکره شد با همین القاعده ای ها و برشون گردون و به قدرت رسوندشون. عبدالحکیم بلحاج، القاعده ای و تروریست معروف، در سوریه همین کارو دارن میکنن. بنابراین مردم سوریه به چه دلیله که تظاهرات ده ها و صد ها هزار نفری به دفاع از بشار اسد هم در عرشبت که هم در خود دمشق و شهرهای دیگه به راه میندازن؟ اینا رو که دولت های غربی به اصلاح چیز گزارش نمیده. تظاهرات ده ها و صد ها هزار نفری
رژیم ایران به اصطلاح چیز بکنه، الان جرأت بکنه یه دونه تظاهرات علیه جنگ راه بندازه در تهران، جرأت بکنه، در حالی که در دمشق ما میدونیم اخیراً چه تظاهرات ده ها و صدها هزار نفری صورت گرفته به دفاع از بشار اسد که خودش هم اومد براشون سخنرانی کرد. چرا عاشق چشم ابروی علوی ها یا نمیدونم خانواده اسد و یا بشار اسد و یا پدرش نیستن؟ برای اینکه میدونن که اینا چه به اصطلاح همکاریایی با امپریالیسم قبلش کردن، میشناسنشون، هم فساد بالا رو، هم سرکوب هاشون رو، هم دیکتاتوریشون رو و و و و. آلترناتیو این چیه و به طور کلی این حکومت های دیکتاتوری از چه طریقی باید برداشته بشن؟ آیا دموکراسی و آزادی یه چیز وارداتی و یا صادراتیه یا باید از درون بجوشه؟ من اگر فرصت کردم از یه زاویه در واقع می شود گفت روانشناسی و از نظر پزشکی واقعا من این رو به حساب بازش بکنم که به طور کلی مفهوم آزادی و دموکراسی از دید تئوری دانش و خود عملکرد مغز چطور نمیتونه از خارج بیاد؟ از طریق دخالت های بشر دوستانه نمیتونه بیاد، باید درون جوش و درونزا باشه. همینطور که اقتصاد یک کشور رشدش باید درونزا و درون جوش باشه، آزادی و دموکراسی و فکر آزادی، آزادی خواهی و دموکراسی خواهی از درون باید بجوشه و توی یک به اصطلاح پروسه طولانی و آموزشی دراز مدت و در هم در تئوری که لازمه براش، ولی در عمل در درجه اول و نه توسط این جنایتکارا و از طریق بمب‌ها و موشک‌هاشون. اینها دموکراسی به افغانستان آوردن و آزادی، اینها دموکراسی و آزادی به عراق و یا لیبی آوردن و الان میخوان دموکراسی و آزادی به ایران و یا به سوریه بیارن. ما میبینیم که الان در مصر چی کار دارن میکنن، ما میدونیم که بالاخره چه بر سر انقلاب در یمن که اینا هیچ کدومشون حالا راجع به مصر صحبت کن، اینا خیال میکنن میتونن این را سرکوب بکنن. در بحرین چی کار کردن؟ واقعا سازمان ملل و آقای بان کی مون جلسه به اساس شورای امنیت برای مسئله یمن یا برای مسئله بحرین که این همه سرکوب و کشتار کردن و شکنجه دارن میکنن تشکیل داده؟ ولی برای سوریه تشکیل دادن. هر چقدر که اخبار یک جانبه دستگاه‌های ارتباط جمعی و اخبار فعالیت‌های ناظرت سال گذشته، وقتی اتحادیه عرب، عزیزان دقت بکنن، رأی به منطقه پرواز ممنوع در لیبی داد، دستگاه‌های ارتباط جمعی با چه سر و صدایی هلهله کردن. به یاد بیاریم نقش دستگاه‌های ارتباط جمعی قبل، در حالی که تصمیم همین اتحادیه مبنی بر میانجیگری در سوریه مورد استقبال همین دستگاه‌های ارتباط جمعی قرار نگرفت و فاصله و بلا فاصله صلاحیت اعضای این هیئت توسط این دستگاه‌ها مورد سوال قرار گرفت و خواهان عقب کشیدن این هیئت و دخالت سازمان ملل شدند، مثل لیبی، چرا که می‌ترسیدند این هیئت گزارش دهد که کشتار مردم قابل توجه حتی سایت جرس، که کشتار مردم فقط توسط نیروهای دولت نیست و این تصویر که دولت سوریه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را به خاک و خون می‌کشد تصویری دروغین است. تمام گزارش الان برای عزیزان گزارش همین به اصطلاح اتحادیه عرب رو که با آنکه به اصطلاح صحبت از سرکوب از طرف دولت سوریه میده، ولی میگه که این یک جانبه نیست و گروه های مسلح و تروریستی اینا میفرستن به داخل سوریه و حمص و چند جای دیگر را دارن تبدیل به بیروت دهه 1980 و سراییو و دهه 1990 میکنن. یعنی گروه های تروریستی رو میفرستن اونجا برای اینکه اوضاع رو به اختشاش بکشونن و بعد بگن که سازمان ملل باید دخالت بکنه، همون جریانی که برای لیبی انجام دادن. از اونجا که به دلیل مخالفت روسیه و چین در شورای امنیت نتوانستن برنامه لیبی را در سوریه پیاده بکنن، اکنون راه قدیمی رونالد ریگان در نیکاراگوئه و ایجاد و تقویت کنتراها را در پیش گرفتن. پایگاه این کنتراها اکنون به جای اینکه در هندوراس باشد در ترکیه است.
و جای کانتراها عرشبت که ارتش آزاد سوریه رو داریم که یکی از الاسد به اصطلاح در رأسشه و یکی دیگه هم آقای به اصطلاح غلیون. فیلیپ جیرالدی بارها اسمشو بردم، از مأمورین سابق عالی رتبه CIA، مأمور بلندپایه سابق سازمان سیا که نشریه امریکایی محافظه‌کار که از عرشبت که موزه گیری می کند بر این نظر است، فیلیپ جیرالدی، که دولت ترکیه که عضو ناتوست اکنون کارگزار واشنگتن شده. اونایی که میگن سوریه مگه چشه، امریکا در اونجا پایگاه داره کاملا آزاد و مستقل، و الان تبدیل به چی شده؟ ترکیه تبدیل به پایگاهی شده علیه کشورهای دیگه. موقعی که امریکا در یه جایی پایگاه داره یعنی چه؟ یعنی اون دولت در واقع به نوعی یک نوع نیمه مستعمره و در حقیقت زیر سیطره امریکاست. و هواپیماهای بینام و نشان ناتو در حال پیاده شدن در شهر اسکندرون نزدیک مرز سوریه هستن، دارن همون اونهایی رو که در حقیقت در امارات متحده، در قطر و در عربستان توسط به اصطلاح هم بلک واتر و هم ارتش امریکا تعلیم میبینن، هزاران نفر از اینها رو همینطور که وارد لیبیشون کردن الان میارنشون به ترکیه برای اینکه حمله بکنن به سوریه، و مشغول پیاده کردن نیروهای داوطلب از لیبی و اسلحه هایی که از دولت قذافی باقی مانده است هستن. او همچنین می نویسد، فیلیپ جیرالدی، نیروهای ویژه فرانسوی و انگلیسی برای آموزش این نیروها در محل هستند و به شورشیان سوری تعلیم می دهن. همینجوری به حساب فشار میارن که به حساب یه تعدادی هم بهشون بپیوندن و به این ترتیب هر چود که بتونن بالاخره به حساب سوریه رو، که در حقیقت این قدم اول برای به حساب نفر بعدی ایران خواهد بود، و نفر بعدی ما میدونیم برای در واقع به اصطلاح محاصره روسیه و چینه. همینطور که عرض کردم اینا که به لیبی و یا مثلا ایران و یا به سوریه قانع نمیشن و یا کشورهای دیگه، ولی حالا در پشت تمام اینها صحبت از اینه که اینا پیروز میشن به هیچ وجه. حالا میرسیم به این قضیه که در تمام این قضایا به همین دلیل عزیزان میخوام همینجا اشاره بکنم، کالبد شناسی این قضایا در اقتصاد سیاسیه. دنیای امروز دنیای 20، 30 یا 40 سال پیش نیست. ایران امروز و ملت ایران ملت 33 سال پیش نیست. ملت مصر ملت 30 یا 33 سال پیش نیست که اینا انور سادات و بعدش هم عرشبت که حسنی مبارک رو آوردن و به مدت 30 سال ملت مصر رو سرکوب کردن. عزیزان الان ببینن چه انقلابی که فکر کردن دیگه تمام شده و مجموعی از اخوان المسلمین و عرشبت که نظامی ها رو میتونن به قدرت برسونن و همه چیز درست درست. عزیزان بعد از این مسابقه فوتبال در شهر پورتسعید بوده فکر میکنم، یا اسکندریه یا پورتسعید، در یکی از این دوتا که در حقیقت با توطئه وزارت کشور مصر بیش از 70 نفر کشته شدن و هزاران نفر زخمی شدن. عزیزان الان ببینن که در قاهره و در میدان تحریر و جلوی وزارت کشور مصر چی داره میگذره، به مردم چطور دوباره به پا خواستن. حالا به مصر اگر رسیدیم خواهیم، اینا پیروز نمیشن. هر چود که من میخواستم راجب سوریه یکی دو تا مقاله و مطلب دیگر رو برای عزیزان بخونم. یکی مقاله ایست از بوریس بولگاکوف که این در Information Clearing House عرصبت که 2 فوریه اومده. استاد مرکز مطالعات کشورهای عربی هستش در بنیان مطالعات شرق، شرق شناسی. عرصبت که میگه که مسئله سوریه یکی از مهمترین اجزاء سیاست‌های خاورمیانه و بین‌المللی است. دولت امریکا، ناتو، اسرائیل، ترکیه و شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس با استفاده از بحران داخلی سوریه در صدد پیشبرد سیاست‌های خود و بی‌ثبات کردن دولت سوریه هستند.
از آغاز این بحران تا کنون من خود همین آقای بولگاکوف تا کنون من به عنوان عضو هیئت بین المللی دو سفر به این کشور داشتم، یکی در ماه اوت 2011 و دیگری در ژانویه 2012، یعنی خودش ناظر بوده و به سوریه رفته. اگر به حوادث آن کشور در این مدت نگاه کنیم، شاید شدت گرفتن عملیات گروه‌های تروریستی از یک سو و بالا رفتن میزان حمایت از پرزیدنت اسد در واقع خیلی چیز نبوده. بعد از اینکه این گروه‌های تروریستی که از ترکیه، از لبنان، از عراق وارد میشن و دارن در حقیقت کشور رو به خاک و خون میکشن و دست به کشتار، حالا گزارش رو برای عزیزان میخونم که چطور آموزگارا رو میکشن، دبستانها و دبیرستانها رو به آتش میکشن، قطارها رو منفجر میکنن، اتوبوسها رو منفجر میکنن، پلها رو خراب میکنن، دست به کارهای تروریستی میزنن و یا به اصطلاح مینیبوس های پر از مواد منفجره رو در خود بسا قلب دمشق منفجر می کنن. در عرض دو ماه گذشته سوریه شاهد شماری عملیات تروریستی بوده است. تروریست ها هم به ارتشیان و تأسیسات نظامی و ادارات دولتی حمله کردند. انفجار در لوله های نفت، راه آهن، قتل و گروگانگیری شهروندان سوری فقط در شهر حمص 5 دانشمند معروف را کشتن. یکی از دشمنی های اینها با دانشمندای این کشور است. آتش زدن مدارس، کشتن آموزگاران، از مارس 2011 تا کنون 900 مدرسه به آتش کشیده شدند و 30 نفر آموزگار را کشتن اینا. عملیات تروریستی در دمشق از خونین‌ترین این حملات بودند. دو تا از این حملات در 23 دسامبر 2011 صورت گرفت، وقتی که اتومبیل‌های پر از مواد منفجره رو جلوی ادارات دولتی عزیزان به یاد بیارن منفجر و موجب کشته شدن 44 نفر و زخمی شدن 15 نفر شدن. در 6 ژانویه 2012 در یکی از خیابان‌های پرجمعیت دمشق انفجار بمب انتحاری موجب کشته شدن 26 نفر و زخمی شدن 60 نفر شد که اکثریت بزرگ آنها غیر نظامی بودند. اوضاع دمشق در ژانویه 2012 بعدش خودش میگه که این چه عواقبی از طرف دولت داشته و عکس العمل دولت. اوضاع دمشق در ژانویه 2012 با تابستان 2011 به کلی فرق دارد، یعنی سفر اولش به اونجا با سفر دومش. اکنون مأمورین امنیتی در فرودگاه گذرنامه را نگاه میکنن که قبلا نگاه نمیکردن و میپرسن از کدام کشور هستی، یعنی در حقیقت راهبندون هم گذاشتن و اوضاع به اصطلاح به طرف بسا امنیتی شدن و نظامی شدن رفت. محل ورود بسیاری از ادارات دولتی توسط راهبندانهای سیمانی گرفته شده و توقفگاه‌هایی با کیسه‌های سیمانی دیده میشود، یعنی حالت جنگی. اینطور بی ثبات میکنن کشورها رو و توسط جوانان داوطلب و مسلسل به دست حفاظت میشون. اما در درون شهر هنوز شرایط عادی به نظر میرسد. در خود دمشق پس از حملات تروریستی در دمشق روزی نیست که تظاهرات با شعار به نفع بشار اسد و محکوم کردن تروریست ها صورت نگیرد، نه تنها در دمشق بلکه در حلب، حمص، حتی هما و درعا، در همه اینها و دیر الزرور و غیره. ما این تظاهرات را با چشم خود دیدیم، با مردم صحبت کردیم. اکثریت شرکت کنندگان در این تظاهرات جوانان بودند. بشار اسد روز 11 ژانویه در یکی از این تظاهرات شرکت کرد و قول داد که از کشور دفاع خواهد کرد. یکی از بزرگترین این تظاهرات روز اول ژانویه در مرکز شهر دمشق صورت گرفت که در آن صدها هزار نفر شرکت کردند و بشار اسد در آن به تظاهر سخنرانی کرد. 8 ژانویه برای یادبود قربانیان حملات تروریستی در کلیسای سنت کراس، یعنی صلیب مقدس، مراسمی برگزار شد که جمعیت عظیمی در آن شرکت کردند و مفتی سوریه احمد بدرالدین مسعود
رهبر مسیحیان ارتودکس در این مراسم سخنرانی کرد و در آن اعمال تروریستی و آنهایی را که اسلحه در اختیار آنها قرار می‌دهند، یعنی ناتو و امریکا و خود دولت ترکیه و به سوریه می‌فرستند، محکوم کرد. پسر همین مفتی مسیحیان رو به دست همین تروریست ها کشته شده. و بعدش هر شبت که این گزارشگر توضیح میده که نیروهای اپوزیسیون واقعی وجود دارن در اونجا که از سه گرایش که اینا اپوزیسیون واقعی هستن و به هیچ وجه به حساب طرفدار دخالت اجنبی در کشورشون نیستن، هر شبت که یکی دموکراتیک، یکی لیبرال و یکی چپ، و اینها رو توضیح میده. من کوشش میکنم چون وقت به سرعت داره میگذره چکیده ای و سرفصل هایی در حقیقت گزارش، یه گزارشیه که 75 مورد رو توضیح میده، گزارش همین ناظرین به اصطلاح اتحادیه عرب که به اونجا رفتن و در حدود یک ماه، بیش از یک ماه اونجا گذروندن، و ما میدونیم که الان همین گزارش رو اووردن به سکیوریتی کانسل یا شورای امنیت، نمیذارن که اونجا بخونه. هرچی دولت روسیه و دولت سوریه نمایندگانشو میگن خب این گزارش رو که خودتون این هیئت نظار رو فرستادید چرا نمیخونید؟ نمیخوننش. و اون وقت مرتب گزارش میدن که به اصطلاح در اونجا کشتار. چکیده و رؤوس مطالب گزارش هیئت ناظرین اتحادیه عرب که از 24 دسامبر تا 18 ژانویه 2012 در اونجا بودن. یک هیئت مشخص کرد که یک گروه مسلح وجود داره که این البته در عکس العمل به کاربرد زور بیش از حد از سوی دولت در برابر نیروهایی که خواهان سرنگونی رژیم بودن اینا اومدن. این گروه مسلح به نیروهای نظامی سوریه و شهروندان سوریه حمله مسلحانه کرده و دولت در برابر آن عکس العمل نشون میده. یعنی فقط این دولت نیست که بیاد و فقط چیز بکنه. عزیزان اون وقت این رو مقایسه بکنن با مصر، با تونس، با ایران، با بحرین و جاهای دیگه که در حقیقت در اونجا دولت‌ها به طور یک جانبه سرکوب میکنن. در اینجا و در اون در اینجاها تمام به اصطلاح مثال به مصر نگاه بکن، در یمن مردم با آنکه همشون تو خونه اسلحه دارن یک دونه اسلحه بیرون نیاوردن. یعنی خشونت فقط یک جانبه است و به کمک دولت عربستان و امارات متحده عربی و امثالان و دولت امریکا که به عبدالله صالح تا آخرین لحظه چیز کرد و الان جانشینانش مگه کی هستن؟ تمام اعوان انصار همون عبدالله صالح و خانواده‌شون. بنابراین در اونجا به اصطلاح اینا کمک میکنن برای اینکه کشور رو بی‌ثبات بکنن در سوریه. دو، هیئت نظار شاهد ارتکاب عملیات و خشونت آمیز علیه نیروهای دولتی و غیر نظامیان سوریه به موجب قتل و زخمی شدن مردم شده و بمب‌گذاری در اتوبوس‌های شهری که موجب قتل 8 نفر و زخمی شدن شمار زیادی از جمله زنان و کودکان شده. انفجار قطارهای حامل گازوئیل، انفجار اتوبوس پلیس در هومس که موجب کشته شدن دو پلیس شد، بمب‌گذاری در لوله‌های نفتی و پل‌ها. سه، دستگاه‌های ارتباط جمعی در توضیح ماهیت حوادث و شمار کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی اغراق کردند. این گزارش مال اتحادیه عربه. چهار، هیئت ناظرین شاهد تظاهرات مسلحانه‌آمیز هم از سوی طرفداران دولت و هم مخالفین دولت در چند شهر بودند. هر دوشون تظاهرات میکنند و در تمام این تظاهرات بجز برخوردهای کوچک جلوی آنها گرفته نشده از طرف دولت. پنج، بعضی از رسانه‌های جمعی دولت‌های عربی اعتبار هیئت ناظران را زیر سوال بردند، چرا که سازمان‌هایی هستند که از این رسانه‌ها برای تحریف واقعیت. این داستان اونجاست. من چون همینطور که عرض کردم فرصت نیست، چون قول داده بودم که راجع به سوریه صحبت بکنم و تمام اخبار یک جانبه هست، لااقل سوی دیگر را که بازم مال خودشونه، من از روزنامه گاردین برای عزیزان خوندم و یه گزارش از به اصطلاح از اعضای اونم چیز بین المللی بوده منتها از روسیه، فدراسیون روسیه است، که برای بولگاکوف که برای عزیزان خوندم، و بعد گزارش
مال اتحاد ناظرین اتحادیه عرب